بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر ومعين اللهم عجل لوليك الفرج سلام بر امام مهربانی ها پدر مهربان امام نور حضرت بقيه الله الاعظم روحی له الفدا و عرض تسلیت به مناسبت فرار رسیدن شهادت امام نهم امام محمد تقی آقا امام الجواد علیه افضل الصلاة والسلام تسلیت ناقابل من خدمت امام نور بقیه الله الاعظم و همچنین تسلیت خدمت شما نازنینان برادران و خواهران ایمانی خودم که در کنار سفره های همدلی خودتان حقیر پذیرفتن و خدمت شما هستیم که از دریای سخاوت امام جواد الله علیه و السلام نور بچینیم تسلیت از میکنم خدمت شما شهادت جواد الله علیه الصلاه و خیلی زیباست که از زندگی جواد الائمه علیه السلام و سلام نور بگیریم 25 سال نازنین امام در میان ما بود اما عمر کم ملاک نیست برکت عمر مهم است در قرآن سوره مبارکه مریم فرمود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جعلنی مبارکن اینما کنتو هر جا باشم از زبان حضرت عیسی ابن مریم علی نبی و آله و علیه السلام فرمود هر جا باشم خداوند مرا مبارک گردانید عمری کوتاه داشت جواد الایم علیه و السلام اما با برکت مملو و از ولایت مملو و از کرامت مملو و از سخاوت مملو از شجاعت مملو از مودت و مهربانی قربانت بشم یا جواد الایم چقدر زیبا درس به جوانهای ما دادی چقدر زیباست که جوانهای ما بیاین از جواد الائمه علیه صلات و السلام درس بگیرن شما نشستی پای تلویزیون خودتان آمدید درس بگیری این برنامه برایش من و شما درس میده برای من و برنامه شما چرا چون زندگی ما زندگی است که برنامه رزی شده از طرف خداوند سبحان و توسط پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله علی و سلم و اهل بیت اسمت و طهارت علی و, و سلام تدوین شده بریم سراغ درس های امام جواد درس هایی که از زندگی امام جواد علیه و سلام میتونیم بگیریم با من باشید همراه من باشید بهتر بگم همراه جواد الائمه علیه و سلام باشیم امام جوان می الگوی جوان باشد قربانت بشم امام جوان چقدر زیبا فمود فرمود الثقت بالله ثمن لکل غال و سلم الى کل عال فرمود جوان انسان عزیز کسی که در راه اهل بیت و قرآن گام برمیداری فرمود اگر اعتماد به خدا در کارهای بزرگ داشته باشی موافقت داری الثقة بالله يعني اعتماد به خدا فمن لكل غال برای حر کار بزرگت جوان نازلين به خدا اعتماد بکن و به خدا بسپار چقدر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا به خدا اعتماد بکن به حبل و ریسمان خدا چنگ بزن فَمُدْ أَلَا ذکر الله تطمئن القلوب امام جواد علیه السلام فهمود اعتماد به خدا در تمامی کارهای بزرگ برای تو بهاست ارزش هست این قدر بها و ارزش را بدان و ادامه فهمود و سلمون الى کل عال میدونی سلمون الى کل عال سلم یعنی نردبان اگر دیدین میخواین پشت بام برین به نردبان نیاز دارین و زینه نیاز داره نه این زینه باید بانی که پایت سر زینه بانی سر نردبان بانی که بتونی صعود بکنی بری بالا کارت انجام بدی بدون زینه و بدون نردبان نمیتونی بری بالا حضرت فرمود اگر اعتماد به خدا داشته باشی سلمون الی کل میتونی برسی به هر بلند مرتبگی که میخوایی بلند مرتبگی معنوی میخوایی اعتماد به خدا بلند مرتبه مادی میخوای دنیایی خواهی هر چیزی علمی خواهی اعتماد به خدا داشته باش جواد الائمه علیه و سلام بر من و شما نسخه پیچیده زندگی کوتاه اما با برکت قربانت بشم ای کاش میگذاشتن جواد الائمه علیه و سلام بیشتر عمر میکرد بیشتر از دریای با کرامت و سخابت جواد الائمه استفاده میکردیم یک درس درس دیگر جواد الائمه علیه صلوات و سلام فهمود من انقطع الى غیر الله وكله الله الیه جوان فهمود اگر به غیر خدا توکل کردی به غیر خدا اعتماد بکنی خدا به همون شخص تو را واگذار میکنه میگه ده اعتماد نکردی مر به عنوان رازق خودت به عنوان خالق خودت نپذیرفتی دیگران آمدی صاحب کار خودت به عنوان روزی دهنده خودت به عنوان کسی که روزی تو را جور میکنه اعتماد کردی پس پور از همو هم بگیر نه انقدر زرنگی توی جوان انقدر قلبت انقدر عقلت انقدر فکر و اندیشه تو عجین شده با جواد الایمه علیه سلام چون الگوی تو جوان هست 25 سال امام جوانی است الگوی نازنینی برای توست انقدر زیبا نگاه میکنی که فرمود من باید اعتماد بکنم به خدا فرمود من انقطع الى غیر الله کسی که به غیر خدا اعتماد بکنه و الله الی خدا هم به همون سمت میفرسته میگه از مردم خواستی برو به همون سمت مردم اما اگه از من خدا خواستی فرمود به من اعتماد بکن من روزی دهنده هستم روزی تو را اولاد تو را زن اولاد تو را من میتوم. درسته شرایط سختی داره کشور مظلوم مامان افغانستان درسته در هر جای دنیا باشی دنیا دنیای سختی است دنیا دنیایی که باید مبارزه بکنی با علم خودت با همت خودت با استعداد خودت به والله به امام جواد قسم تو استعداد داری اعتماد کن ببین برای ما تو آمدن چارچوب دین مشخص کرده فمود به خدا اعتماد بکن جور میکنه به غیر خدا اعتماد نکن غیر خدا میشه سبب میشود اسباب اصل اسباب خداست سبب اصلی خداست این دومین درس سومین درسی که از جواد الائمه علیه الصلاه و السلام میگیریم این که فرمود ایاک و مصاحبه الشریر فانه كالسيف المسلول يحسن منظره و يقبح آثاره فرمود بترس از کسی که شرور هست کسی که شر داره فهمود نکن ای کاره با اینها مصاحبت نکن چقدر بر ما توصیه شده که از همراهی مصاحبت دوستی بدی خود ما را دور بکنیم با انسانهای دوست و شرور خود را دور بکنیم فهمود ایا که و مصاحبت شریر فانه که سیف المسلول فهمود مانند شمشیر است که کشیده شده از غلاف خودش کشیده شده فرمود یحسن منظره زیباس شکل و قیافش قشنگ هست زیباس مقبوله برق داره اما و یقبح آثاره اما آثار زیانباری داره با این شمشیر افراد مظلوم به قتل میرسن پس فرمود کسی که با انسانهای شرور انسانهایی که اهل دین و دنیا نیستند همراهی کرد مصاحبت کرد هم نشینی کرد فرمود مانند شمشیری که به ظاهر زیباست اما آثار بدی دارد چقدر زیبا فرمود شاعر فرمود آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه است که قربانیت کنند ببینیم با کدام دین با کدام رویه داریم زندگی خود ما رو پیش میبریم آب طلب نکرده همیشه مراد نیست گاهی بهانه است که قربانیت کنن جوان نازنین ببین کدام سمت و سومری به سمت اهل بیت علیه مسلاط و سلام و قرآن آمدی دو ثقل اکبر و اصغر آمدی موفق میشی اگر به سمت اینها نیامدیم هرگز موفق نخواهیم شد الحمدلله و در ایام شهادت جواد الائمه امام مهربانی ها امام جود و سخا درس های زیبایی یاد گرفته ان شاء الله که توفیق باشه باز هم خدمت شما عزیزان باشیم همه شما را به خداوند جواد الایمه علیه الصلاۃ و, و سلام میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته